اواخر تیرماه سال 1401 مادر و دختری به اداره پلیس آگاهی تهران مراجعه می کنن. الهام میگه دخترش درگیر اتفاقاتی شده که باعث شده تا اون زندگیش نابود بشه این مادر میگه پریا به هیچ عنوان تا به حال تو چنین وضعیتی نبوده و این اتفاق باعث شده که اون به شدت افسرده بشه پزشکی قانونی آزمایش های لازم رو انجام میده و تایید میشه که به این دختر تجاوز شده سلام رفقا مهدی هستم همراه و روایتگر پرونده های جنایی از کانال مهدی تیوب امشب با یک پرونده عجیب و دلخراش از تهران در خدمت شما هستم خوشحال میشم برای اینکه از کانال خودتون حمایت کنید صفحه ما رو سابسکرایب زنگوله کنارش رو فعال و ویدیو رو لایک کنید بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت میکنم رفقا قبل از شروع برنامه خواهشی داشتم اونم اینه که من بالاخره تونستم کانال داستان واقعی رو هم ایجاد کنم و اونجا هم مشغول به فعالیت هستیم توی کانال پادکست روایت که کانال داستان واقعی من هست ویدیوهای مربوط به داستانهایی که شما از زندگیتون برام ارسال میکنید رو آماده میکنم ممنون میشم کانال رو که لینکش در دیسکریپشن و این بالا تبیه شده فالو کنید و بعد ادامه ویدیو رو تماشا کنید خیلی عزیزید و دوستتون دارم مرسی از حمایت هاتون 26 تیر ماه سال 1401 مادری به اسم الهام به همراه دخترش به اداره پلیس آگاهی مراجعه میکنه و در حالی که به شدت استرس داشته و عصبانی بوده به معمورا میگه دخترم از دستم رفته و یه نامرد نابودش کرده پلیس سعی میکنه تا این شخص رو آروم کنه الهام بعد از اینکه کمی آروم میشه به مامورا میگه حرفی برای گفتن ندارم فقط میخوام که اون نامردی که خودش رو مربی میدونه تقاس کارش رو بده و دختر دیگه ای دچار این اتفاق نشه الهام میگه دخترم پریا حدودا 21 سال سن داره عاشق حرفه بازیگریه و واقعا هم با استعداده من به خاطر اون حاضر شدم تا از رویاها و کارهای خودم دست بکشم اما اون به چیزی که میخواد برسه چون میدونم که لیاقتش رو داره و میتونه با موفقیتش همه رو خوشحال کنه اما اون نامرد کاری کرده که پریا دیگه سرزنده نیست الهام میگه دو سالی میشه که دخترم رو برای کلاسای بازیگری تو یکی از آکادمی های سمت قیتری ثبت نام کردم مجموعه بنامی بود منم مجاب شدم و بهشون اعتماد کردم همه چیز عالی بود و دخترم هم روز به روز در حال پیشرفت بود تا اینکه از خرداد ما به کل تغییر کرد اوایل خرداد بود فکر کنم پنجم خرداد بود که دخترم خیلی دیر به خونه اومد ساعت حدودای ده شب بود تا حالا اتفاق نیفتاده بود که پریا تا این ساعت بیرون باشه و به خونه نیاد منم به شدت نگرانش بودم با تلفنش تماس میگرفتم جواب نمیداد از همه جا پیگیر شده بودم با آکادمی هم تماس گرفته بودم گفته بودن که پریا حدودای ظهر از اونجا خارج شده مونده بودم که پس این دختر کجا رفته فکر کردم شاید رفته پیش پدرش اما اونجا هم نبود تا اینکه شب ساعت ده به خونه رسید اصلا وضعیت درست حسابی نداشت از چشماش خستگی میریخت من با دیدن حال و روزش فهمیدم که چیزی شده اما هر چقدر سعی کردم به هم بگه نگفت که نگفت پریا گفت که حال ندارم و از صبح با دوستام سر تمرین بودم برای همین هم خستم بعد هم به اتاقش رفت و تا صبح از اونجا خارج نشد من گفتم بهتر اذیتش نکنم و اجازه بدم که استراحت کنه برای همین همکاریش نداشتم فردای اون روز پریا باز هم تو اون حال بود و اصلا حرف نمیزد به یه گوشه خیره میشد و چیزی نمی گفت مونده بودم که این دختر چرا تو یه روز زیر و رو شده و این چه وضعیتیه به ذهنم رسیده بود که شاید با دوست پسرش به مشکل خورده آخه اون دوست پسر داشت من از این قضیه در جریان بودم و پسره رو میشناختم اسم شهاب بود نه نتونستم این موضوع رو تحمل کنم پریا با همون حال از خونه خارج شد منم که شماره شهاب رو داشتم باهاش تماس گرفتم و گفتم که میخوام ببینمش شهاب به خونمون اومد قسمش دادم و ازش پرسیدم که چی شده و آیا با پریا دعوا کردی یا نه شهاب هم گفت که نه به خدا من با پریا دعوا نکردم پرسیدم که پس این حال در هم هم اون چیه شهاب گفت خاله به خدا منم موندم نمیدونم چرا اینجوری شده ما پری روز با هم بودیم اما اون خیلی سرزنده و خوشحال بود اما دیروز که رفتم بیارمش خونه اصلا حال نداشت یه جوری که بغض کرده باشه و کسی کتکش زده بوده باشه الهام میگه نگرانیم بیشتر هم شد اون روز به دنبال پریا رفتم تنهایی به یه کافه رفته بود باهاش هماهنگ شدم و برش داشتم سابقه نداشت که اون تنها به کافه بره توی ماشین بغلش کردم ازش خواهش کردم که موضوع رو به هم بگه اما اون بی تفاوت چیزی به هم نگفت و سکوت کرده بود چاره ای نداشتم با هزار زحمت پیش مشاور بردمش بازم حرف نزد متاسفانه مشاور هم نتونست کاری کنه تا اینکه امروز صبح پریا که صبح زود از خواب بیدار شده بود توی اتاقش داشت گریه میکرد به سراغش رفتم اصلا آروم نمیشد بغلش کردم و ازش خواهش کردم که بگه که چی شده اونم بالاخره حرف زد حرفایی که تنم رو لرزون اعصابم رو به هم ریخت و کم مونده بود که سکته کنم آرومش کردم بعد هم به اداره پلیس اومدیم الهام میگه من از فردی که توی آکادمی بازیگری به دخترم درس میداد شکایت دارم چرا که اون ازش سوء استفاده کرده و باید تقاص کاری که انجام داده رو پس بده پلیس اظهارات این زن رو ثبت میکنه و با پریا ارتباط میگیره تا ببینه که قضیه دقیقا چیه این دختر که حال چندان خوبی نداشته از مامورا میخواد که تنهایی با اونها حرف بزنه و میگه از مادرش خجالت میکشه پریا میگه همه چیز از کلاسای بازیگری شروع شد من فکر میکردم مربیمون آدم درست و حسابیه اما اشتباه میکردم اون نابودم کرد کاری کرد که از هرچی کلاس متنفر بشم پریا میگه یه مدتی میشد که من به کلاس میرفتم همه چیز خوب بود چند نفر دیگه هم اونجا با من به اون کلاس میرفتن فرهاد مربیمون بود خودش که میگفت کارگردانه و چند تا فیلم کوتاه هم تولید کرده تا حدودی راست میگفت من تقریبا دو سالی میشد که به کلاس بازیگری میرفتم تا اینکه این اواخر حدودا اردی به ماه با فرهاد کلاس داشتم به هم گفت استعداد زیادی تو کار بازیگری دارم و قطعا موفق خواهم شد اما یکم تمرکزم نسبت به کار کمه و باید چند جلسه ای کلاس مدیتیشن برم من که تو خودم نمی گنجیدم و خوشحال بودم ازش پرسیدم که همچین جایی رو سراغ داره یا نه اونم گفت که خودش این کلاس ها رو برگزار میکنه ازش آدرس خواستم اونم یه آدرس به هم داد آدرس یه محیط مسکونی بود پرسیدم که کجاست اونم گفت که به خاطر اینکه آرامش بیشتری برای هنرجو برقرار کنه این کلاس ها رو توی خونش برگزار میکنه پریام میگه اولش یکم دو دل بودم آخه نمیدونستم چی کار کنم خریتم همینجا بود که به مادرم نگفتم و خود سر دست به کاری زدم که نباید این دختر میگه فرهاد کلی اصرار کرد منم که میخواستم تو این این حرفه موفق بشم قبول کردم و رفت آمدم به خونه فرهاد شروع شد چند جلسه اول که به اونجا رفت و آمد داشتم علاوه بر من چند نفر دیگه هم بودن یکم ترس داشتم اما با این قضیه از استرس و ترسم کم شده بود چند تا دختری که اونجا بودیم هر بار که به اونجا می رفتیم توی پذیرایی خونه تو محیطی که از قبل تبیه شده بود با تمرین های فرهاد مدیتیشن می کردیم. همه چیز خوب بود تا اینکه من حدودای پنجم خرداد ماه باز هم با فرهاد جلسه داشتم و به اونجا رفتم. عموما بعد از اینکه کلاسم تموم می شد به اونجا می رفتم و توی اون تایم ها به مادرم دروغ می گفتم که با دوستم به بیرون رفتم. اون روز از صبح دلشوره داشتم نمیدونم شاید هم به هم الهام میشد که قرار چنین اتفاقی برام بیفته اما من توجهی نکردم بعد از اینکه کلاسام تموم شد راهی خونه فرهاد شدم خونه سمت میرداماد بود وارد خونه که شدم دیدم کسی جز من اونجا نیست از فرهاد پرسیدم که پس بقیه کجان اونم گفت که قرار امروز رو فقط با من کار کنه با اینکه استرس داشتم اونجا موندم و آماده شدم برای تمرین سعی می کرد منو بخندونه منم هر از گاهی با شوخیاش لبخند می زدم اما زیاد خوشم نمی اومد وسط تمرین تلفنش زنگ خورد و رفت توی اتاقش من به تمرینم ادامه دادم و چند دقیقه بعد یه لحظه احساس کردم که پشتمه از پشت به هم چسبید و به بهانه اینکه به هم یاد بده چجوری تمرین کنم سینه هامو لمس میکرد پریا در حالی که از شدت گریه حالش بد شده بود میگه اون نامرد با نفساش آزارم میداد سعی کردم ازش جدا بشم اما منو محکم گرفته بود و ولم نمیکرد داد زدم که ولم کن داری اذیتم میکنی اما عین خیالش نبود به هم گفت آوردمت که بهت آرامش بدم نه اذیت پس با من همراه شد دست و پا میزدم و التماسش میکردم که ولم کن. اما عین خیالش نبود بلندم کرد و به زور به اتاقش برد از قبل همه چیز رو آماده کرده بود توی اتاق تو همون وضعیت به زور یکی یکی لباسامو در آورد بعد هم به زور به هم تجاوز کرد حتی بعد از اون هم رهام نمی کرد حالم خیلی بد بود افتاده بودم روی تخت و اونم دست از سر بدنم بر نمی داشت بغلم کرده بود و نمی زاش بلنشم حالم که یکم بهتر شد موفق شدم ازش جدا بشم لباسامو پوشیدم و سری از اونجا خارج شدم داغون شده بودم نمیدونستم باید چی کار کنم توی خیابون هر کسی رو که میدیدم احساس میکردم که میخواد به هم دست بزنه با دو نفر هم دعوا کردم تا شب ساعت نه و همینطور عین دیوونه ها پیاده روی می و سعی می با این قضیه کنار بیام اما نمیتونستم. مادرم متوجه ماجرا شده بود منم نمی خواستم بهش چیزی بگم اما به مرور که این اتفاق یادم میافتاد افتاد اصابم خوردتر می شد تا جایی که به قدری حالم بد شد که تصمیم گرفتم ماجرا رو به مادرم بگم و اون از قضیه با خبر بشه با این کار خودم رو خالی کردم سنگینی زیادی روم بود بعد از گفتن این موضوع آروم شده بودم احساس می کردم که یکی کنارمه که به فکرمه من بعد از این اتفاق به همه مردا بدبین شدم حالم از همهشون به هم میخوره پلیس اظهارات این دختر رو ثبت میکنه مامورا مشخصات اون آکادمی بازیگری و فرهاد رو از پریا میگیرن و راهی اونجا میشن تا ببینن موضوع چیه نیروهای پلیس سعی میکنن تا با عوامل اجرایی آکادمی هم در ارتباط باشن و سوالاتی از اونها بپرسن مامورا از مدیر اون مجموعه میپرسه که آیا خبر داری که فرهاد توی خونه خودش مجموعه ای برای مدیتیشن راه و از این طریق داره از دخترها سوء استفاده میکنه خانم صحرا میم میگه از این موضوع بیخبره این شخص میگه یکی از قوانین مجموعهش اینه که مربی هایی که برای کار به اونجا میان تو مجموعه های دیگه ای فعالیت نداشته باشن صحرا میگه اون به اندازه کافی به کسایی که اونجا کار میکنن پول میده به خاطر همین هم چنین قانونی رو گذاشته همزمان با این گفتگو اما فرهاد وارد آکادمی میشه این شخص با دیدن پلیس متوجه ماجرا میشه برای همین هم سعی میکنه که فرار کنه اما مامورا موفق میشن تا اون رو بازداشت کنن این شخص توسط پلیس به اداره پلیس آگاهی منتقل میشه مامورا تو وهله اول با دستور قضایی وارد خونه فرهاد میشن تا ببینن داخل خونه چه خبره فضای داخل پذیرایی به همون شکل باقی بوده و وسیله های مربوط به مدیتیشن اونجا وجود داشته از طرفی خونه سخابه بوده و توی هر اتاق هم یه تخت دو نفره تبیه شده بوده پلیس بعد از این بررسی ها تا حدودی ادعاهای پریا و مادرش رو باور میکنه و راجع به موضوع با خود فرهاد هم حرف میزنه بازجوی ها از این مرد آغاز میشه خبر دستگیری این شخص تو آکادمی پیچیده بوده و بعد از چند روز مش شخص میشه که فرهاد فقط به پریا ظلم نکرده بوده و دخترای دیگه هم بودن این شخص تو اظهارات خودش ادعا میکنه که کسی رو آزار نداده و به کسی هم تجاوز نکرده اما حضور چند دختر دیگه توی اداره پلیس آگاهی باعث میشه تا اون بیشتر لای منگنه قرار بگیره سه دختر دیگه هم که هم سن و سال پریا بودن و تو همون آکادمی حضور داشتن هم توی اداره پلیس از این مرد بابت تجاوز و آزار و شکایت میکنن هر سه نفر میگن که فرهاد اونها رو با ترفند اینکه داخل خونش مجموعه مدیتیشن داره و اگه تو این زمینه تمرین کنن تو بازیگری موفق میشن به خونش برده و به همه اونها تجاوز کرده یکی از دخترها که دوست صمیمی پریا بوده همزمان با این دختر دچار این حادثه شده و بعد از اینکه از شکایت پریا با خبر شده بوده اون هم به اداره اومده و از فرهاد شکایت کرده پلیس اظهارات هر چهار نفر رو ثبت میکنه احتمال میره که نفرات دیگه هم توی این پرونده قربانی شده باشن برای همین تحقیقات در این باره آغاز میشه متاسفانه نفرات دیگه هم بودن اما مثل اینکه حاضر به شکایت و حضور تو اداره نبودن پلیس این چهار دختر رو به پزشکی قانونی منتقل میکنه و آزمایش های لازم انجام میشه طبق گفته های خود دخترها و خانواده هاشون هر چهار نفر باکره بودن و این مرد با بیرحمی تمام باکرگی اونها رو از بین برده بوده آزمایش های پزشکی قانونی تایید میکنه که فرهاد به هر چهار نفر تجاوز کرده. پلیس این گزارشات و اظهارات دخترها رو در اختیار فرهاد قرار میده و بازجویی ها مجددا از این مرد ادامه پیدا میکنه. بعد از گذشت چند روز بالاخره واقعیت ها برملا میشن. فرهاد همه چیز رو به پلیس میگه. این پسر میگه دخترای آکادمی خوشگل بودن و منم بعد از یه مدت نتونستم خودم رو کنترل کنم برای همین دست به چنین کاری زدم فرهاد میگه مدتی میشد که توی آکادمی مشغول به فعالیت بودم همه چیز هم از اونجا شروع شد دخترای جوون به اونجا رفت و آمد داشتن و خب منم ازشون تأثیر میگرفتم بعد از یه مدت تصمیم گرفتم که باهاشون ارتباط برقرار کنم اما نمیشد. آکادمی این اجازه رو نمیداد برای همین هم با بهانه این که برای بهتر شدن تو کلاس بازیگری باید کلاس مدیتیشن رفت اونا رو قایمکی به خونه خودم میکشوندم. یه مدت که میگذشت تنها صداشون میکردم و باهاشون هم بستر میشدم. فقط برای یه بار خواسته بودم که این کار رو کنم اما از اونجایی که دخترها عموما باکره بودن غرق این کار شدم فرهاد میگه من کار اشتباهی هم مرتکب نشده بودم و براشون سیغه میخوندم بعدش هم میخواستم نیازم رو برطرف کنم پلیس اظهارات این مرد رو هم ثبت میکنه خانواده های قربانی ها اعلام میکنن که گفته های این شخص به دور از واقعیت خانواده ها میگن که فرهاد دختراشون رو اذیت کرده بعد هم بهشون تجاوز کرده این مسئله طی انجام آزمایش های متعدد همچنین تحقیقات بیشتر پلیس هم تایید میشه پلیس پرونده این مرد رو تکمیل میکنه از طرفی فرهاد راهی بازداشتگاه میشه تا دادگاهش برگزار بشه توی این مدت اما مامورا همچنان منتظر بودن که افراد دیگه ای که قربانی شدن هم برای شکایت تو اداره پلیس حاضر بشن اما میفایده بوده جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده همچنین گزارش پزشکی قانونی رو بررسی میکنه همه مدارک علیه فرهاد بوده اما این مرد باز هم تأکید میکرده که دخترها به خواست خودشون به خونه اون شخص اومدن و اون مرتکب جرمی نشده خانواده ها اما درخواست اشد مجازات داشتند برای همین قاضی پرونده بعد از بررسی مجدد شواهد و مدارک موجود این فرد رو به اتهام چهار فقر سوء استفاده و تجاوز به عنف به اعدام همچنین پرداخت دیه محکوم میکنه خیلی خوشحالم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات مردی که همسر و برادر زنش رو به خاطر اینکه برای فرار تبانی کرده بودن از طرفی زنش بهش خیانت کرده بوده و اونها رو میکشه رو حتما ببینید